بسم الله الرحمن الرحیم ما میخوایم چون اینجا اکثرا اهل علم هستن والله ما چند روز پیش دعاروسی اسلامی دیدم که به نام اسلامی بود یکصد نفر خو کافر شد از این خاطر من امروز این واقعیت بر شما میگم در روز زلزله ما را به زور بردن در اگاروسی علما صحبت میکردن زلزله شد چند نفر همه به گوش خود شدیدم گفت اینمی علما نامای بسیار چتی چتی گرفتن برشان یا که قرآن خواندن یا که درس دین دادن یا که تبلیغ کردن غذاب خدا نازل شد در زلزله نیست ایده ای زلزله شد امی کسی که میگه پمی شما لطفا از نگاه اسلامی ببینین یا کسی که بگه با اگر قرآن خوانده شوه اگر تبلیغ دین شوه اگر احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله گفته شوه زلزله میشه از این که کفر به پس چرا واقعیت بر مردم نمیگیم چرا میخوایم یک چیز دیگره نامش اسلامی بانیم در حال که اسلامی نیست آروسی اسلامی من براتان چلنج میتم که اونم آروسی آروسی اسلامی هست که در او باید غنا باشه موسیقی باشه در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که انصار غنا را خوش دارند نیست کسی که در بین از اونها غنا باید باشن لکن ما باید بر مردم بفهمیم که کدام غنا در آروسی ها در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود این غنایی که امروز در افغانستان است این موسیقی که در افغانستان است که دختر مسلمان در مقابل سازنده می رقصه بر برزی که نخیر صاحب تو کسی که دخترت پیش سازنده در محفلت می رکسانی. تو هیچ نسبتی به رسول الله نداری صلی الله علیه و سلم پس معرفی بکنیم یعنی در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم در محافل آروسی و خوشی دف بود دف بود دف یعنی دایره بی زنگ در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی نبود که بیا مثلا مردم گفتن که اگر مردم ببینن آروسی اسلامی اصر رسول الله صلی الله علیه و چه قسم بود او قسم بکنیم آیا در آروسی در اصل رسول الله صلی الله علیه و سلم ای اسرافی که امروز هست ای بود با شما اینمی اصراف اینمی تبزیره، اینمی اوتل که کدام جای از کدام حلقه درس است که امو جای لکس برش باشه برای درس تفسیر جای, جای, نداریم برای درس قرآن جای نداریم ای اوتل که از تمام روز ای اوتل تمام روز ای اوتل اونمو دخترای مسلمان هستن که دیگه می پول رئیس اوتل حرام است پول معاش که دیگه اوتل ها گارسونا میگیره حرام است او کمرمه که دختر مسلمان رقصش فلم برداری میکنه و نشر میکنه معاشش است. حرام است چرا برش نمیگیم